علیه درویشی هستم و اینجا هرمان گرافیک خیلی خوش اومدین به قسمت 20 از مجموعه بررسی ها آخرین کاوریه که تو این سبک از تامنیلای ما مشاهده می‌کنید. هر ده قسمت سبک تامنیلا سبک طراحیشون تغییر میکنه از قسمت 21 تا هم قراره که این سبک دیگر رو داشته باشیم هفته بعد طرحش رو میبینیم تو قسمت 20 یه بار دیگه خیلی سریع در مورد بررسی ها صحبت کنیم این بررسی ها کجا اومد در دوره های تکنیکال و گرافیک ما بچه یه سری مراحل رو پشت سر هم طی میکنن تا میرسن به مرحله ای که باید کار طراحی کنن تو اون مرحله هر شخصی نسبت به خودش یه سری کارها طراحی میکنه تک تک اون کارها توسط بنده بررسی و رفع اشکال میشه این که فعل گذشته رو استفاده میکنم برای اینه که دیگه تکنیکال و گرافیک ما ثبت نام نداره فعلا فقط دوره لئون یا همون دوره ایلاستریتور رو داریم بچه‌ای که این کارو طراحی می‌کردن شاید در طول هفته من 50 تا 100 تا کار رو بررسی می‌کردم یه سری از این کار رو جدا می‌کنم برای ویدیوهای بررسی که آخر هفته ها داریم هر جمعه ساعت هفت غروب به صورت رندوم انتخاب میشن این کارا که بچههایی که دوره ما رو نداشتن بتونن از این مطالب استفاده کنه گفتم بچهای دوره همینجا بهشون خدا قوت و خسته نباشید میگم دمتون گرم هر کسی نمیتونه تو همچین دوره حرکت کنه عالی هستین امیدوارم که همینجوری پرقدرت ادامه بدین تو این مسیر یه نکته هم در مورد لایک کردن ویدیوها بگم حالا که ما اینقدر داریم زحمت میکشیم و زمان میذاریم شما هم لطف کنید سه ثانیه زمان تو میگیره سه چهار ثانیه بیشتر نمیشه ویدیوی ما رو حتما لایک کنین ویدیوهایی که ما اینجا میذاریم برای شما شاید لایکش سه چهار ثانیه زمان ببره ولی برای ما تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت این لایک ها برای کانال ما برای اون ویدیوی که شما داری میبینی وقتی لایکش میکنی یعنی موضوع رو پسندیدی و این لایک ها تاثیر داره و برای اینکه انگیزه داشته باشیم نیاز به حمایت های شما داریم مرسی که ویدیو رو لایک میکنین مرسی که همیشه همراه ما هستین که ما هم بتونیم ویدیوها و محتوی با کیفیتی برای شما تولید کنیم خیلی مخلصیم بریم سراغ قسمت 20 از سری بررسی ها یه بنر سایت داریم میدونم تعجب کردی معمولا بنر سایت ها خیلی مینیمالن ولی وحی منزل نیست یه جایی طراح شجاعت به خرج میده و میاد متفاوت کار میکنه عالی طرحی که میبینین چند تا نکته سوسکی داره اینا رو انجام بدیم کار در سمت چپ یه محصولی داریم دیده خوبی نداره با اینکه خیلی بزرگش کردیم چرا حالا این محصول انقدر مهمه و میخوایم دیده بشه ببین بسته و پکیجینگ و نمیدونم لوگو و همه این چیزایی که توی این محصول هست و این برند داره ارائه میده رو توی این بسته بندی داری میبینی دیگه داریم در مورد آبمیوه صحبت میکنی و این محصول اینجا داره معرفی میشه مثلا نه اینکه مستقیم بخواد بگه این محصول ماسا نه شاید یه سری از محصولاتشون خوب یه بسته بندی اینجا اومده دیگه خیلی مهمه که این محصول دیده بشه تو اکثر بنر سایت هم دقت کنین اون محصول جوری نمایش داده شده حالا یه محصول یا چند تا محصول که تو چشه اول شما اونو میبینی پس اینجا هم باید هم اتفاق بیفته حالا چیکار کنیم بین این همه شیپ و این همه رنگ این سری خودشو نشون بده اندازش که خیلی بزرگه کوچیک‌تر میشه یه استروک سفید دور تا دورش میای مطمئن باش وقتی این کار کنی اولین چیزی که اینجا شخص میبینه این محصول. مورد بعدی سمت راست کنتراست به درستی نشده. رو زمینه زرد هیچ وقت رنگ سفید استفاده نکنید. کنتراست کمی داره. این خطه با این باید رنگش جابجا جا بشه. این خطه خیلی حرکت هوشمندانه ها بین این شلوغیا ها توجه رو میاره سمت این دوتا خطی که مهمه. حالا همین خط یه سوتی داشته. ببین همه خط های اینجا منحنی و گرده. خط زاویه دار نداریم. یهو این چند تا کنج از کجا اومد؟ به چشم میاد جالب نیست. گردش کنید. این گوشه رو هم گردش میکنیم و رنگش جابجا جا میشه با اومد. مورد بعدی این پایین. درسته اینجا شلوغ پلوغه. نه اینکه کار و طرح ما شلوغ باشه. زمینمون زمینه شلوغیه دیگه. نسبت به ای چیزی که یه زمینی که فقط یه رنگ داره. شاید این به چشم نیاد. وحی منزل نیست. ولی من باشم اینو یزره ای میارم این ورتر هم باند میشه با این. ببینین متن با بیا این ورتر که هم باند بشه تر بشه با این من دکمه میذار حرکت کنه. این ور و از اونجایی که دکمه ها توی بنر سایت خیلی مهمه من باشم رنگش رو جابجا میکنم باکسش سفید میشه خودش بنفش اینم خوبه ها اینم اوکیه دارم این کار میکنم که کاربردی تر بشه چرا یه توضیحی در مورد دکمه ها بدم خیلی ها خیلی ها اینو دیدن توی سایت ها میرن تو بنر سایت یه دکمه ای هست رو اون دکمه ای نمیزنن هر جای دیگه اون سایت اون بنر بزنی وارد اون صفحه میشه شما اینجا کلیک کنی وارد میشه اینجا کلیک کنی بعضی سایت ها هست که فقط مثلا شما رو دکمه بزنی. خب اگه همه این بنر دکمه است و ما هر جا کلیک کنیم وارد میشیم این دکمه چیه چی کار است اینجا این دکمه چیز بلا ای نیست به بحث بازاریابی و مارکتینگ مربوط میشه و اتفاقا خیلی هم اونجا مهمه تاکید داره اون بخش بازاریابی رو این دکمه اقدام به خرید اقدام به یه حرکت اقدام به یک عمل مستقیمی همچین چیزی ثبت سفارش خرید کنید الان خرید کنید رزرو کنید مشاهده کنید محصولات ما دیگر محصولات نمیدونم همچین دکمه های دیگه معمولا هی hey, شما داری اینو میبینی و ناخداگاه تاثیر داره روی عکس عملت برای همینه که این دکمه خیلی مهمه همیشه میاد و جای خوبی هم میاد و تو چشم هست اینو تست کنیم تو خیلی از بنرها شما هر جا کلیک کنی وارد میشه پس این دکمه نیومده اینجا که خب فقط بخوایم کلیک کنیم روش علت چیزی که گفتم پس کنتراستشو بیشتر میکنم سفید میکنم خودشو تغییر میکنه میزنم استاید بعدی اول فقط به این تصویر دقت کنیم ببینیم چقدر دیده میشه ببینید با اینکه کوچیک ترش کردیم سریع دیده میشه چرا اون اسروک سفید کار خودچی کرده یه کنتراست خیلی خوبی بهش داده جدا کرده از صفحه این کارو قبل و بعد میکنم ببین چقدر تاثیر میذاره یه استروک حالا بریم سراغ سمت راست اینجا این متن خیلی دید نداشت تو این شلوغی ولی اینجا رو ببین این درسته چرا کنتراستش بیشتر شد دیگه یا این خط ببین گرد که شد حالا با همه جای این دیزاین میخونه همخونی پیدا کرده متن ما خیلی سعی دیده میشه این خطه هم کار خودشو میکنه و اینجا رو ببین وقتی که اینجوری از این ور هم بانده خیلی منظم و خوبه دیگه این دکمه کنتراستش بیشتر شد تو چشتر ثبت سفارش ببین دیزاین دیزاین پر جزئیاتیه برای همین برای اینکه کاربردی بشه این حجم از کنتراست رو نیاز داریم برای دکمه ثبت سفارش یکی دو بار قبل و بعد می‌کنم، ببینید چقدر تغییر کرده تغییرات کوچیک تاثیرات زیاد بریم سراغ کار بعدی یه منو داریم در مورد چیزی میخوام صحبت کنم که تا اینجا خیلی کم بهش پرداختیم ولی تاثیر خیلی زیادی داره در مورد زمینه بکگراند چرا از این تکچر استفاده کردی چون رستوران سنتیه دیگه ببینید یه سری چارچوبها هست که به راحتی میتونی ازشون رچ چون رستوران سنتی حتما همچین کاری بکنم نه شاید یه زمانهای این خیلی استفاده می شده یه چیز مثل ترند بودن واسه دهه 50 و 60 این چیزا خیلی ترند بوده حال میکردن با همچین دیزاینی مخاطب حال می‌کرد اینو هم کار میکردن الان جواب نیست به نظر من از طرفی ما میدونیم که بافت ها و رنگ ها و اشکال و و و, 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 و چیزهای چیزای دیگه حس رو منتقل میکنن و وقتی به چیزی نگاه میکنیم به خطی به فونتی به بافتی مثال بزنم شما مثلا یه رد خونی رو دیوار ببینید خب چه حسی به دست میده یه لیوان آب میوه ببینی چه حسی به دست میده بستنی ببینی یکیه مثلا شما خون ببینی با بستنی یه همچین یه حس مشترکی یه چیز ثابتی داری فرق میکنه دیزاین هم همینه این زمینه برای من حس جالبی نداره شاید اون کسی که ده 40 ده 50 تا نه خیلی عالیه شاید کارفرما اصلا ده 40 باشه خب اوکی بزن بره دیگه کارفرما میخواد بزن بره مرغش یه پا داره. تغییر میکنه در راستای بالا بردن کاربرد و اصولی تر شدن برش می‌داریم. زمینه سفید خیلی راحت و سریع بیاد پیدا کنه و همین اشکال کافی برای سنتی بودن دو تا خط هم اینجا بوده حالا طرح دوستش بردار تو این ادیت به این چیزا هیچ وقت گیر نمیدیم این بهتره این کاربردی تره بریم سراغ کار بعدی یه استند داریم در نگاه اول میگه خب این مشکلش کجاست ببینید ما تو این طرح یه سری آبجکت ها و المان ها و متنوتی تو میگه درسته اونجوری که باید سلسل مرتب توش رایت نشده یعنی این خیلی تو چشم من وقتی میبینم اینو این میاد اولین میاد تو صورت من شاید برای یکی تصویر باشه برای یکی این خطه باشه برای یکی این باشه اگه سلسل مراتب رو درست رایت کنی اتفاق نمیفته همه اول عنوان رو میبینن تصویر بعد میان روی این خطه بعد میان سراغ لوکیشن اطلاعات اگر سلسل مرتب رو رایت کنی اینجا رو ببین خب اینه که درستش میکنیم یعنی رنگش رو از سفید به سبز کمرنگی تغییر میدیم که کنتراستش کمتر بشه اینجا به جای اینکه یه خط اینجوری داشته باشی اینو دو خطیش کنید مهمه جمله مهمیه بورس شیک ترین کت شلوار مجلسی دو خطیش می‌کنیم هم باند می‌کنیم با این شکلی که منظم بشه این عنوانمون هم همین که یکم هم بزرگتر کنی هم باند بشه با این شیپ پایین تمام کار در اومده خوب بهتر دقت کنیم میخوام قبل و بعدش کنم اینو داریم میرسیم به این تر. قبل و بعد می‌کنم چند بار اول به عنوان دقت کنین بعد بیاین روی تیتر پایینیه بعد بیاین تو قسمت اطلاعات ببینین اینجا چقدر این اطلاعات تو چشه اینجا رو ببین دیگه اولی نارو نمیبینی اولی رو میبینی عنوان تصویر متن اطلاعات تغییرات کوچیکی رو اعمال کردیم تأثیرش رو داریم مشاهده میکنیم همینه فرق کسی که حرفیه و کسی که متوسط یا ضعیفه دقیقا تو همین چیز هست. امیدوارم که از تماشای این قسمت هم لذت برده باشین مرسی که همراه ما هستیم و ما رو حمایت میکنین خیلی مخلصیم تا قسمت بعدی